رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم در مورد رابطه‌ای که دارم. بفرمایید. حقیقتش من خب شما بذارید من ازتون سوال کنم، شما هر دو چند سالتون عزیز؟ من یه چند ماه دیگه 39 سالم میشه، ایشون از من 3 سال و نیم کوچیک‌تر. بسیار خوب. ایرانی هستن یا نه؟ بله ایرانی هم. از کجا شما تلفن میکنی؟ من از اروپا تماس میگیرم. شما خودتون چه مدتی از اروپا هستی؟ من 5 ساله. و این آقا چند سال اروپا هستن؟ ایشون هم 5 ساله که اینجا. هر دو فرزند چندمی؟ ایشون فرزند سوم هستن، 2 تا از چند برادر تا؟ بزرگتر دارن. آها بفرمایید، ببخشید جان. 2 تا برادر بزرگتر دارن، یه برادر کوچیکتر و یه خواهر کوچیکتر. من خودم هم 2 قلو هستم. پس فقط 2 قلو هستید؟ بله من یه دونه یه خواهر 2 قلو دارم. هم ایدنتیکالید، هم همشکمید یا متفاوتی؟ بله همشکم. اوکی، ایشون کجا هستن؟ خواهرتون کجا هستن؟ خواهرم هم همین اروپا توی کشور هستیم ولی توی شهر دیگه. به من بفرمایید که هر دوی شما چی خوندید؟ هستم دوستتونه و شما. ما هر دو مهندسی خوندیم و داریم اینجا تو اروپا کار میکنیم، یعنی دقیقا دوتامون هم الان 5 سال داریم اینجا کار میکنیم هر دو. اوکی، اگر درآمد شما 1000 یوروه، درآمد ایشون چقدره؟ تقریبا عین هم، یه مثلا 200 یورو ایشون از من بیشتر. به من بفرمایید چه مدتی است با هم آشنایی؟ ما الان 9 ماهه. با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ هفته یه روز یا هفته 7 روز یا هر چیزی در این میان؟ بله نه زیاد میبینیم هم دیگر، خیلی زیاد. اوکی خب، چه خبر است و برای چه تلفن کردید عزیز؟ راستش همین، من میخواستم که تصمیم گیری بکنم راجب رابطم، بعد خواستم که از شما مشورت بگم که درست هستش یا نیستش. و نکته که وجود داره اینه که این رابطه رو که ما میخواستیم شروع بکنیم، اولش من نمیخواستم وارد رابطه بشم. دلیلش هم این بودش که فکر میکردم جذابیت ایشون بر من متوسط بود. بعد میگفتم که نه، من وارد رابطه نشم. مثلا باید فکر میکردم کسی دوست دارم باهاش وارد رابطه بشم که خورده بر من جذاب تر باشه. ولی ایشون مثلا دلیلم فقط همین بود، ولی خب بقیه چیزا رو مناسب میدیدم. نه صبر کنید، برخی از اوقات یه چیزی آدم دلش بخواد یه کسی یا با ملاکای عمومی یا خودش بهتر باشه، اونو میشه فهمید. برخی از اوقات آدم ها یه حالی دارن یا یه کسی هستن که اونو ما بد یا حالا تو ظاهر اگر هست زشت میدونیم و دوست نداریم. اینا با هم متفاوتن از این، چون زیبایی عادی میشه، زشتی عادی نمیشه. بنابراین نمیشه اگر یه چیزیست که آزار دهنده هست یا به هر حال ما خوشمون نمیاد اون رو فکر کنیم با گذشت زمان میشه به گونه ای درستش کرد. معمولا چنین نیست. اولا به من بگید کدام بود، چون یه زمانی هست که کسی در مجموع مسئله هست، یه زمانی هست که نه، یه چیز به خصوصی در او هست که ما نمیپسندیم. اگر من حالا اینو اینطوری بهتون بگم، ببینید میتونم منظورم بتونم، مثلا من برای خودم اگر میخواستم، حالا قشنگ نیست مقیاس و عدد بذارم، ولی برای اینکه بتونم منظورم بهتون بگم، مثلا اگه برای خودم یه مقیاس و عدد میذاشتم، یه آدمی رو میدیدم مثلا از 10 بخواستم بگم این آدمه، مثلا دوست داشتم این آدمه مثلا 8.5-9 باشه از 10 برای من و باهاش وارد رابطه بشم، بعد ولی مثلا ایشون برای من 7.5 بود. از یه طرف خوب بودش، ولی انگار همش همین، مثلا میگفتم
دوست داشتم مثلا 8.5 باشه آدمه، یا یه ذره اینه نه خب همین، نه بنابراین پاسخ نه، نه حاشیه ندید، پاسخ منو دادید، چیز مشخصی نبود. ببینید اون که کلی بحث میکنید به صورت که شما مثلا مثال زدید و خیلی مثالتون گویاست، اون یه مطلبی است که نشون میده چیز خاصی. ببینید من مثلا فرض کنین با یه آدمی شما آشنا شدید، یه چیزی در وجود او که نمیخوام بگم چون یه ذره اذیت میکنه، اصلا آزاردهنده است، یعنی هر وقت نگاه میکنید احساس خوبی نمیکنید. اونا چیزی نیست که آدم بتونه ازش بگذره، ولی اینکه من نمیشم. اما شما در سن 36 7 سال 8 سالگی که وقتی این بازی ها نبوده، مگر اینکه بگید من 100% تصمیم گرفتم که بچه دار نشم، و یه آدم در سن 38 سالگی همچنان درباره اینکه این ظاهر آنگونه که من میخوام یا نمیخوام نیست. و برای شما چرا تا به حال اولا در ایران چرا ازدواج نکردید؟ شما تو 34 سالگی 3 سالگی که ایران بودی. من تو ایران ازدواج کردم و جدا شدم. فرزندی که از اون ازدواج ندارید؟ نه فرزند ندارم. در چه سنی ازدواج کردید؟ در چه سنی جدا شدید؟ من 27 سالم بود ازدواج کردم، 31.5 سال اینا بود جدا شدم. اوکی. ولی این آقا که همچین تجربه ازدواجی ندارد؟ نه ایشون ازدواج نکرد. اوکی. خانواده ایشون هم اروپا هستن یا نیستن؟ نه خانواده ایشون ایران هستن. خب وقت از این که خانوادهشون به اینجا برسن، یک پسر ما میخواد به کسی ازدواج کنه که اول ازدواج کرده، دو سنش نزدیک 40 ساله که مسئله بچه کاملا زیر سوال میره، شما فکر باید خانوادهش با یه همچین ازدواجی موافقه؟ بله مثلا خانوادهش موافقن. چطور ممکنه؟ ایشون یکم مستقل از یعنی با خانوادهش فاصله داره، خانوادهش که از شهرستانای ایران هستن بعد، ولی خودش یعنی بیشتر به این خاطر، نه که مثلا دوست داشته باشن اینو. و یه نکته دیگه که ایشون خودش یه ذره مثلا بچه نمیخواد، یعنی یکم هم صحبت ما یعنی یه صحبتی ما سر این موضوع داشتیم. شما خودتون چی؟ من دوست داشتم که بچه داشته باشم، خانواده داشته باشم، دوست داشتم داشته باشم. و یکی از چیزایی که باعث شد من شک کنم توی این رابطم، احساس کردم همین، من فکر کردم که شاید این آدم رو مثلا اونقدی دوست ندارم که بخوام ازش مثلا بهش حسم اینطوری باشه، که شاید یه حس غلط باشه، حسی احساس کردم، حسی اینطوری که اگه من یه آدمی رو دوست داشته باشم دوست دارم ازش بچه داشته باشم، ولی الان مثلا به این آدم نگاه میکنم انگار خیلی دوست ندارم مثلا ازش بچه داشته باشم یا باهاش بچه داشته باشم. بعد فکر کنم پس شاید این انتخاب غلطی باشه برای. خب حتما انتخاب غلطه، این نگاه شما نگاه غلطیه. ببینید عزیز، آخه شما حرفایی میزنید یک کمی البته میشه فهمید از کجا میاد و اون مجای دوقلو بودنتونه، یعنی یه ذهنیت مقایسه مسابقه ای داره. من برگردم میگم اگر با کسی ازدواج کردم که خیلی خوشتیپ یا خوشکله، دلم میخواد ازش بچه هم داشته باشه، اگر نه اونقدر خوشتیپ یا خوشگل نیست نمیخواد ازش بچه داشته باشه، اصلا صحبت اینه که چه ضرورتی داره من با یه همچین آدمی ازدواج کنم، اصلا چرا باید به ذهنم بیاد، بعدم چه اهمیتی داره. و اگر موضوع برای این هست که ما میخوایم جفتگیری کنیم برای اینکه بعدن نوع بهتری از انسان رو یا زیباتری از انسان رو داشته باشی، نگاهاتون یا نگاهتون رو باش راحت نیستم. و بعدم اون پرسشی که ازتون داشتم رو غیر مستقیم جواب دادی، چون خانواده ایشون خوشحال از یه همچین وصلتی نخواهند بود، ولی خب حرف شما این است که شون با اون خانواده کاری نداره و بنابراین به اون اهمیت نمیده. حالا به من دو تا چیز مثبت و خوب ایشون رو بگید، چه هست؟ درسته. دو تا نکته خوبی که ایشون داشت این بودش که اولا من فکر کردم کسی رو پیدا کردم که در سطح خودمه، مثلا اینو خیلی دوست داشتم. و دومی که من تو این رابطه خیلی خودم بودم، خیلی خودم بودم کاملا، هرچی اینم خیلی دوست داشتم. خب ببینید عزیز، شما صبر کنید،
خب این شما دو تا جواب من داده، هیچ ارتباطی به سوال من نداره. من میگم در ایشون دو تا صفت خوبش چی بود؟ این چه ارتباطی داره به شما؟ ببینید شما چقدر واقعا مسئله دو قلو بودنتون مسئله هست، یعنی یه نگاه عجیب مقایسه مسابقه ای داری، باید مواظب باشید. بس شما نبودید عزیز، من گفتم دو تا صفت خوب این آدم چیه. شما میتونستید مثلا برگردید بگید یه آدم شوخ شاد پر انرژی پر از حرکتی است که اصلا من رو به حرکت میاره، زندگی رو اصلا بهش معنای دیگری میده، حال دیگری میده، هر جا که هست چنینه. یه چنین چیزی رو من میتونم بگم ویژگی و صفت ایشون، و الا اینکه من میتونم خودم باشم اولا یه معناش این است که به کار من کاری نداره. خیلی از وقت بهتون اهمیت نده، شما هرچی میخوایی باشی باش. شما اگر با چهار تا دوستتون رفتید به اون اهمیت میدید، به اونا چی هستن میتونن خودشون باشن، هر اصلا میتونن غیب بشن. نه منظورم این نبود از این جهت که خودم باشم، خیلی اهمیت میده و خیلی حوض. از این جهت که منظورم این بودش که خیلی راحت میتونم تو این ما خیلی زیاد با هم حرف میزنیم، بعد من هر چی که به فکرم میاد میتونم، خیلی صمیمی هستیم با هم، بیشتر این منظورم بودش. خب آخه از این برخی از اوقات برمیگرده به زمینه رهایی و آزادگی آدم ها که میتونن، دوم اینکه اصولا اهل حرف و بحثن، سوم در مراحل اول آشنایی آدم ها حرف برای گفتن دارن، چهارم به هر حال شباهت های شما تو اینجا و کامیونیکیشن تون مهمه، و اینکه هم دیگر رو مورد ارزیابی و قضاوت قرار نمیدید، اینا جنبه های مثبت هست. ولی باز برمیگرده به شما، چون یه مقداری برمیگرده به آنچه که شما درش اون حال رو دارید. ببینید این خیلی فرق می‌کنه که من برگردم بگم این پول داره، چون پول داره، این مال خودشه، نه اینکه برگردم بگم که ما یه شرکتی داریم که اگر ما حالا ازدواج بکنیم همشو میده به من، پس حالا من پول دارم. حالا دو تا جنبه بد و منفی در ایشون رو چی میدونید؟ قبل از که من بعد رو بگم، فقط در مورد خوبی ها یه چیز هم بگم که تمام اون خوبی های بیسیکی که یه آدم باید داشته باشه رو حتما داره. یه آدم صادق و یه آدم رو راست و یه آدم میتونه عشق بورزه. نه سب کنید، سب کنید، نمیخوام اذیتتون کنم. نه شما بدجور اینا رو میسازید، صادق و رو راست. ایشون حتی به خانوادهش از اونا گوش به حرف اونا نمیده، اهمیت هم نمیده، خبرم شاید ندارن. چه میدونن گفته که توی و خودش هم میگه مثلا تو اولین نفری هستی که من به خانوادم گفتم. خب آخه درباره ببینید، باز رفتید سراغ خودتون. یه آدمی این همه عمر کرده به خانوادهش راجع به روابطش چی نگفته، شما از این نتیجه میگیرید که من براش خیلی مهمم، ولی این معناش میتونه این نباشه. معناش این است که چون ببینید عزیز، شما دارید به یه صفتی اشاره میکنید که من اصلا درش برجستگی رو نمیدونم. با توضیحات ببینید، من با شما 5 دقیقه هم میسوج به ایشون حرف میزدم، ولی اینا با هم همخوانی ندارن. یعنی اینا نشون دهنده فقط یه چیزه، نشون میده شما یه دختر دو قلوی همشکمی، چون این مسائل داریم تو مسابقه و مقایسه هستید. این آدم به اندازه کافی دیدی بلالای شما گذاشته و شما بهتون اجازه میده که میخوای باش و تو رو همون جوری که هست میپذیره. ضمناً با هم حرفی برای گفتن و شنیدن دارید، به قول خودتون در یه ساعت هستید، رشته هاتون کارتون هم به هم میخوره. به هر حال یه برتری محدود کمی هم ایشون دارن، هر دو تا 5 سال اروپا هستید، گذشته شما و ازدواج شما همه رفته دنبال کارش، خانواده‌اش هم نقشی ندارن، همه اینا دست به دست هم میده و ایشون رو برای شما جالب و جاذب میکنه. منم حرفی ندارم، یعنی میخوام بگم فقط چون داریم بحث میکنیم و حرف میزنیم، به نظر من جنبه‌های مثبت و منفی میاد. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم عزیز، هر گونه که شما دلتون میخواد، حالا چه درباره ایشون یا درباره خودتون یا رابطه حرف بزنید، و یا اصلا چرا با وجود آنچه که تا به حال به من گفتید فکر کردید گفتگوی من و شما میتونه شاید به حال چراغی رو روشن کنه یا موضوعی رو که برای شما تاریک و مبهم هست مشخص کنه، یا به حال اگر عیب و ایرادی هست اون رو ببینیم. بذارید بریم و برگردیم، و تنها خواهشی ازتون دارم، چون گفتم ذهنیتتون تا حدودی برای من شناخته شده است، اگه دلتون بخواد همونطور که در ارتباط با ایشون هرچی
حس و احساس میکنید، تو باور و اعتقاد دارید، تو مطرح میکنید، تو از این باید خوشحالید. در جهت این نوع کامیونیکیشن یا ارتباط اگر خواستید وقتی برگشتیم به من هم بگید جنبه های مثبت و منفی یا تردید و دودلی اگر هست، یا اگر مسئله ای هست و یا پرسشی هست کدام با هم گفته. من حالا شما اشکالا رو از من پرسیدین، من این چند تا نکته ای که تو نظرم هست رو بهتون بگم و بعد اینکه چرا باهاتون تماس گرفتم و بفرمایید. اشکال از من پرسیدین، خب اشکال یکی این که یکیش برام این بودش که یعنی همیشه همون گوشه ذهنمون جذابیت بودش، یعنی در این حد بود اشکال، نه که اشکال خاص بزرگی باشه. بعد و یکی این که آیا همینجا صبر کنید، آیا در این حد هست که اون به اصطلاح کشش فیزیکی و جنسی کم باشه یا نباشه، اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن؟ در اون حد نیست که نباشه، نه اوکی. هستش اون، یا کم باشه به اون خاطر؟ نه اوکی. در اون حد نیست. اوکی. دیگه چی؟ بعدش دیگه اشکال دیگه یه کمی به نظرم میومد که شبیه هم نیستی. من مثلا روی بعضی مسائلی که پیش می اومد مثلا میدم عین هم فکر نمی کنیم یا شبیه هم نیستیم. این یه چه موضوعی؟ نه نه آخه اون موضوع مهم، ببینید عزیز صبر کنید. ببینید ما یه فلسفه و جهان بینی داریم که معمولا به سه موضوع مرتبطه، یکی به طبیعت، یکی به ماورا و طبیعت، باورهای غیر طبیعی از خدا و بقیه گرفته، یکی به انسان. بنابراین ما یه نگاهی داریم به طبیعت، انسان و ماورا و طبیعی. اینجا مسئله یه سیستم باورها و اعتقاداته. این باور و اعتقادات فرض کنید بعضی از اوقات اصلا نام داره، شکل و فرم داره، مذهبی از ایدئولوژی هست و بعد برمیگرده به نوع و چگونگی زندگی یا حتی جدول ترجیحات ما یا اون سلسله مراتب نیازهای ما. اینا موضوعی مهمن و وقتی که هستند سبب میشه که آدم ها وقتی کنار هم قرار میگیرند دائما با هم در تضاد و تعارض باشند و اون مسئله خواهد بود. مثل دو تا آدمی که فرهنگ متفاوتی دارند، مذهب متفاوتی دارند، یا اصولا یکی در یک استراب و نگرانی و بدبینی و منفی بودن، دیگری اطمینان داره و خوشبین و مثبته، اینا نمیتونن با هم زندگی کنند. حالا بنابراین وقتی به من میگید که ما در برخی از موارد یا موضوعی هست که یکمی با هم متفاوتیم یا به هر حال تفاوت اون آشکاره، یه نمونه، دو تا نمونه بدون که بخوام وارد جزئیات بشم، در چه زمینه ای هست؟ نه تو این دستبندی که شما کردین مثلا موارد اصلی اینا رو شبیهیم کاملا. این چیزی که گفتم شبیه نیستیم فکر میکنم کوچیکه. مثلا شاید همین، مثلا خانوادهایی که توش بزرگ شدیم یه خورده شبیه نیستن، چیزای کوچیکه. آخه مهم نیست. نه صبر کنید همینجا بایستید. شما کاملا میتونید در دو تا خانواده متفاوت بزرگ شده باشید ولی خیلی به هم شبیه باشید، یا درست برعکس، درست مثل خواهر برادرها توی خانواده باشید متفاوت باشید. نگاه به خانواده ها نکنید، مثلا وقتی ارتباطی با اونا ندارید و شما بر اساس آنچه که من گفتید به نظر میسه میخواید تو اروپا بمونید، حالا اونا هم که ایران هست. بنابراین مسئله خانواده وقتی مهمه که چه تأثیری گذاشته. اینکه پدر من یا مادر من آدم مضطرب و نگرانیه مهم اینه که آیا در من نگرانی و افسردگی و وسواس و خشم رو کاشته یا نه، من به دلیل مکانیزم های دفاعی و بعدن کمک به خودم اصلا اونا رو ندارم. بنابراین شما با خانواده ازدواج نمی کنید، خبر از اون و چگونگی و تفاوتاش مهمه. مهم اینه که الان شما دوتا وقتی که صمیمی و صادق و راحت با هم هستید کجا اشکال و اختلاف دارید؟ خب پس من فکر کنم کجا اشکال و اختلاف داریم اگه بخوام دقیق بگم، فکر میکنم پس اگر اینجوری که شما توضیح میدید اونقدر مهم نیستش. نه بنابراین میتونه باشه، ولی من الان یه سوالی ازتون دارم برای که اون یه مقداری برای من
مشخص کننده است، کاملا به سابقه شما. الان شما دوتا اگر یکی بشینه و بگه هر دوتا دوتا 5 دقیقه بدون که حتی یکی دیگه حضور داشته باشه به من بگی درباره بچه چی فکر میکنید، چی دلتون میخواد انجام بدید، چیه، به کجا رسیدید با هم؟ دقیقا خیلی خوب، من دقیقا همینو میخواستم بگم که برای ما یه مسئله شد. این بودش که حقیقتش اینه که در مورد بچه یه بار یه کوتاهی صحبت کردیم قبل همون اوایل، این در حد کلی که چی فکر میکنم این که من دوست دارم بچه داشته باشم، خانواده تشکیل بدم، و اون اینطوری بودش که من خیلی به بچه اعتقاد ندارم. بعد اینجوری بود که قبلا میخواستم، بعدا نظرم عوض شده که دیگه بچه نمیخوام، و این ولی چیز قطعی نیست، شاید نظرم بازم عوض شه. از طرف اون اینجوری مطرح شد نظرش راجع به بچه. خب حالا اگر با هم صحبت میکردید، اگه میخواست چرایی هر کدام از این حالاتی که داشته، یعنی حتی اگر اینکه کی اون وقتی میخواستم چه دلایل داشتم یا حالا چی، یا اصلا اصلا فراموش شد، الان نگاهی که به موضوع میکنه چیه، یا قبلا گیر و گرفتاریش کجا بوده؟ چون من هنوز از صحبت های شما هیچی نتونستم درباره ایشون بفهمم، اینی که به این دلیل میخوام ببینم. الان اگر من به ایشون بگم اون زمانی که فکر میکردی بچه نمیخوای، بعد که فکر کردی شاید بچه میخوای، الان که فکر کنی حالا شد نشد، چرا نگاهت این چنینه و مانند بسیاری که بسیار علاقمند به داشتن فرزندن یا برخی که ابدا بچه نمیخوان، چه حرفی برای گفتن داری؟ به من ایشون چی میگفتن؟ من پاسخ شما رو میدم و بعد دوستان باز یه چیز دیگه این بچه دار شدن بین خودمون بگم. پاسخش اینه که قبلا که اینجوریه که تو ایران که بودم مثلا فکر میکردم خیلی کلن یا حالا به بچه دار شدن اونطوری فکر نمیکنم، ولی برای من اینجوری بودش که باشه یه چیزی که مخالفتی نداشتم با بچه دار شدن. بعد که مهاجرت کردم تصمیم گرفتم بچه دار نشدم، نظرم عوض شد راجع به بچه دار شدن. فکر میکنم که و حرف اصلیش هم این بودش که فکر میکنم حتی از ایشون بودش که چرا مثلا اینجوری صحبت میکنه که یه آدمی رو بخوان بیاریم که بخواد، ما به خاطر خودمون این کار میکنیم، یا مثلا اگر به خاطر رابطه اگر یه رابطه به خاطر بچه مثلا بمونه پس درست نیست. من فکر میکنم نه آخه ببینید اینا درست نیست. خیلی از چیزا به خاطر رابطه ای که شما وقتی میدید خونه کسی 5 ساعت 7 ساعت اونجا هستید، باید توش هم غذا هم باشه، شام و نهاری هم باشه، نمیتونه اونو نادیده بگیریم میگیم به خاطر غذا و شام بریم. برای قصه بچه یه زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، خانوادگی داره، این یه چیزی نیست. بعد مطالعاتشون میده دوتا دلیلی که یه رابطه رو نگه میداره، یکی رابطه جنسی خوبه و یکی بچه هست. بعدم شما که تازه یه فاصله سنی دارید و این فاصله سنی درسته الان ممکنه اونقدر اهمیت نداشته باشه، ولی بعدن اهمیت پیدا میکنه، چون درست مانند بچه 1 ساله با 2 ساله یا 3 ساله است که خیلی فرق دارن. آدم 80 ساله با 81 ساله خیلی فرق داره، برای یکی هنوز میتونه زنده باشه و خوب حرکت کنه، دومی افتاده تو خونه یا مرده. ببینید شما نگاهی که دارید، یعنی استدلال ایشون که خب خیلی استدلال خالیه، نه اینکه بگم میخوام منو قانع کنند و بعدم سراغ یه کسی آمدن با یه چنین سنی که یا صلاحتون بچه دار نشید یا شاید بچه دار نشید، یا اگرم بشید یه دونه باشه که خود اون با توجه به آنچه که میدونیم انتخاب خیلی درست و مناسبی نیست، برای اینکه هم برای بچه درستی هم برای پدر و مادر، هم هزینه و وقت و انرژی که یه بچه از پدر مادر میگیره بیشتر از انرژی و وقت و هزینه ایست که دو تا بچه برای پدر و مادر دارن، و بعدم احتمال آسیبا و گرفتاریا فراوونه. مثلا اگر این موقع جدایی اتفاق بیفته، بچه نه خواهر داره نه برادر داره، برخزگاه نه پدر داره نه مادر، و همه اینا یه مقدار موضوعی جدیست، اونم برای ماهایی که
غریبیم و به هر حال به یک کشوری آمدیم که نه تنها نسل شما یا کسانی مانند شما که 5 سال آمدن، برای یه آدمی مثل منی که 50 سال امریکا است، همچنان من نه خودم رو نه فکر کنم کسی که منو جدی بگیره ایران امریکایی میدونه. یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار موضوع دقیق تر و سنگین تره. شما هم توی رابطه 9 ماهه داشتید. حالا همینجا یه پرسشی که مطرح میشه، چون از اون طریق من به جایی نرسیدم، چند روز فکر میکنید از هم خوشتون میاد، هم دیگر رو دوست دارید و هم علاقه مندید و فکر میکنید که این رابطه خوبی است و مایل هستید که با هم ازدواج کنید، یا هنوز نه یه دودلیا و تردیدای در مجموع دارید، یا اون احساس ویژه رو که نسبت به هم پیدا کنید یا باید داشته باشید رو ندارید؟ به من از نظر آنچه که اسمش حالا محبت، عشق، علاقه هست، خوش آمدن، دوست داشتن، اونجا هر دو کجا ایستادید و یا کی بیشتر داره کی کمتر؟ من فکر میکنم خب برای صداتون آهسته شد، ای لطف کنید بلندتر صحبت کنید. الان خوب شد؟ الان بهتر شد، ممنونم. من فکر میکنم برای ایشون خیلی بیشتره، برای منم هست، فقط اینکه کدوم بیشتره، مثلا برای ایشون بیشتره اون اوکی. نه آخه چند اندازه نه، محبت و علاقه است تا اونجایی که ببینید عزیز، آدم های جایی میرسن مثل که شما دیگه مطمئنید 100% اگر این خونه رو 1,000,000 بدن من میخرم، برای که همین پول رو دارم. بنابراین در جهت فقط مواردی خارج از انتخاب خودتونه. یه زمانی هست که نه، من هنوز برخی از اوقات صبح فکر کنم نه این رابطه درست نیست، یا این ازدواج رو نمیخوام، یا 2 روز اینجوری فکر کنم، روز سوم نظرم عوض میکنم. پرسش من این بود که چند روز فکر کنید به هم علاقه مندی تو نسبت به هم یه احساس ویژه ای رو پیدا کرد. اگه من به جای خودم بخوام، به نظر خودم بخوام جواب بدم، اینطوری بودش که برای من همونطور خیلی بهتر شده بود. یعنی وقتی نگاه میکردم با توجه به اینکه بیشتر شناخته بودمش مثلا از نظر اخلاقیات و اینا، باعث شده بودش که حالا اگه همون عددی که اول گفتم و بخوام بر اساس اون بگم، مثلا اینجوری شده بود که 7.5 مثلا شده بود 8 برای من، برای اینکه خب دیدم رفتارا ایناش خیلی خوبه، از نظر من اینطوری بود. بعد فقط این شدش که حالا ما خب همینطوری توی رابطه بودیم، تا اینکه من قبلا فکر کرده بودم به فریز تخمک، ولی نمیخواستم این کار بکنم، برای اینکه تو ذهنم همیشه اینطوری بود که خب من وارد یه رابطه میشم، اگه خوب باشه بچه دار میشم، چرا فریز کنم؟ بعد ولی خب یهویی اینجوری شد که با یه دوستی صحبت کردم و که خیلی تاکید کرد حتما این کار رو بکن، مثلا برو فریز کن و اینا. بعد من رفتم که توی نوبت یه لیست انتظاری هست که بخوام این کار انجام بدم، من رفتم توی لیست انتظار، بعد یهو از وقتی که رفتم توی این لیست انتظار، انگار یهویی گفتم که من اصلا وگه من دارم میرم تخمک و فریز کنم، پس اصلا این رابطه شاید درست نیست، غلطه، چرا من دارم این کار میکنم؟ ولی من اینو با خودش شیر کردم احساسم و گفتم من این فکرها دارم میکنم. بعد اون گفتش که نه، دلیل نمیشه که آدم اگه بخواد تخمکش رو فریز کنه به این معنی نیست که رابطهش غلطه. خب ما میتونیم ما مثلا نه معنا داره. نه چرا عزیزم، ببینید باز شما معنا داره، معناش نیست که الان نمیخوایم بچه دار بشید، الان تصمیم حتمی و قطعی نیست. اون پرسش رو به همین دلیل پرسید، چون شما عزیزم همچین وقتهایی ندارید. شما اگر 29 بودید این حرفا رو میزدید، 39 نمیتونید این حرفا رو بزنید. بنابراین چرا همینقدر هست و به همین دلیل است که بعدم فریز کردن تخمک مال اون زمانی است که ما بهترین زمانمونه، که این بهترین زمان فرض کنید ممکنه 25 سالگی باشه. الان 39 سالگی فریز کردن تخمک، اگر قرار بشه 1 سال یا 2 سال بعد که دیگه بیش از اون نمیشه شما بخواید باردار بشید، بهتره که باردار هم موقع بشید، برای نه هم موقع باردار بشید، برای اینکه الان این فریز کردن خودش به هر حال حالت عادی و طبیعی رو به هم ریخته و درسته از نظر پزشکی
خیلی کارا براش میکنن، ولی ابدا بسیار مساوی یه رابطه یه طبیعی که در همه موجودات از جمله انسان هست نیست. برای اگر شما من بفرمایید که من میخوام بچه دار بشم، خب پر خواستید اصلا بذارید 3 سال دیگه، چون هنوز به نظر من تخمکی که الان شما بخواید بگیرید و فریزش کنید برای 2 سال 3 سال آینده، من فکر نمی کنم خیلی امتیازی از نظر سلامتی داشته باشه. اگه میگفتید 30 سالگی یا 25 سالگی این کار کرد، حالا که نکرد جون حضور منتفی است. فقط مسئله یه چیز دیگه است و اون اینه که گوشه ذهن شما یه چیزی که اون خطرناکه و اون اینه که شاید من نخوام پس این ازدواج بزنم که بعد برم یکی دیگر رو پیدا کنم که این به این سادگی ها صورت نمیگیره. بعد از یه مدتی که مطمئن شدم حالا اون تخمک رو به کار بگیرم. خب موقع شما از 43 و 4 هم رد شدید و دیگه احتمالا خطر آسیب به شما و بچه یه عدد بالایی است که دیگه توصیه نمیشه. بنابراین ببینید عزیز، ما برخی از اوقات تو زندگی توی وضعیتی خودمون قرار میدیم که با وجودی که خیلی مطمئن نیستیم باید یه تصمیم بگیریم و الان به نظر من وقت اون تصمیم گیریه. یا با هم ازدواج کنید دقیقاً همینه. و یا با هم ازدواج کنید یا فراموشش کنید. بعد از ازدواج هم بعد از یه چند ماهی تصمیم گیرید بچه میخواید یا نمیخواید، ولی به نظر میرسه هر دو موانع و مشکلاتی دارید و این چیزی نیست که من الان روی خط بتونم حل کنم. اگر من یه فرصت 10 ساعته حداقل داشتم که هم شما هم ایشون رو مثل توی وقتی دفتر بود میدیدم، میتونستم ببینم کجا گیر شماست. برخی از این گیرها چون واقعی و درست نیستن کنار زده بشه، برخی از قرار موضوع جدی است و احتمالا ازدواجتون با مسائلی روبرو میشه. ولی شما اگر با توجه به این سن و سالتون در اروپا ازدواجی بکنید که ایشون از شما 3 سال و نیم کوچکتره و مسئله بچه هنوز بینتون با تردید همراهه، این احتمال که بعداً مسائل و مشکلاتی پیدا بشه خیلی زیاد و به همین جهت است که یک کمی این رابطه الان زیر سوال میره. اما اشکال شما اینه که اگر همچنان گوشه ذهنتون بچه میخواید، اگر از ایشون جدا بشه تقریبا موضوع بچه برای همیشه برای شما منتفی است، نه برای ایشون ولی برای شما منتفی است. بنابراین شما یه جایی خودتون رو بردید که کمی احتمال برد و باخت دارید، ولی احتمال باخت باخت هم دارید. حالا پیشنهاد من خدمتتون اینه، اگر خواستید بگذارید این مطالب رو که اشکال نداره دوستتونم بشنوند، اگر خواستید و هنوز دو دل بودید درباره اینکه ازدواج بکنید یا نکنید، چون پرسشونه، هر دو روی خط بیایید، ولی هر دو باشید، تنها نه، روی خط بیایید اگر دلتون خواست، که توصیه نمی‌کنم، ولی اگر دلتون خواست بیاید با هم صحبت کنیم، من به شما بگم من چگونه میرم. چون من اگر ایشون رو میشنیدم، چون نظر و نگاه شما من یه 20-30% اطلاعات میده، ولی تازه با کمی تردید، در حالی که ایشون صحبت کنم این 20-30% من میشه 70-80%، با موقعی کمی راحت‌تر میشه نظر. بنابراین بشنوید، هم حرفای منو خودتون بشنوید، هم صدای ایشون بشنوید. اگه دلتون خواست یه وقتی دیگه بیاید برای دو تایی با هم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.